درود بیکران خدمت شما بینندگان عزیز، من مراد معلم در برنامه از نگرش دیگر بار دیگر در خدمت شما هستیم و امیدوارم که لحظه ها و زمان رو غنیمت بشماریم و از اون استفاده مفید و درستی انجام بدیم. برنامه امروز ما در رابطه با مسئله ای است که برای اکثریت مردم ایران، این افراد، این اشخاص قابل ارزش و قابل ستودن هستند. 6 سال پیش در 8 مرداد سال 1385 برابر با 30 جولای 2006 داستان خونبار نظام جمهوری اسلامی از گلستان لاله ایران لاله دیگر چید و گلی دیگر در گلستان ایران پرپر شد و اون کسی نبود جز اکبر محمدی، این رادمرد خطه شمال ایران. چون من در هفته یک روز برنامه دارم، برنامه من اگر امروز میگرفتم فاصله داشت با 30 جولای، یکی بعدش هم میگرفتم باز فاصله داشت. با خود گفتم که چه بهتر که به استقبالش برم و زودتر از اون اجرا کنم چند روزی. وقتی من صحبت از اکبر میکنم، در مغزم حیدر محمدپور خاکی است، قدرت عزیزپور معلمه. اینا همه گلهایی هستن که به دست رژیم از سال 1357 که انقلاب شد تا به امروز پرپر شدن. مهدی روح‌الله‌زاده است، قاسم محمد جانپور است، سمیه نورغالجا، و مستانه شالیکار، عبدالله شالیکار، کلیه ای کسانی که در راه آزادی این مملکت و این مردم جان باختن، بایستی از اونها پاس، اسمشون رو پاس بداریم، راه و مرامشون رو پاس بداریم تا بتونیم نسل آینده رو از شر چنین بلایا و مصیبت‌هایی آسوده کنیم. هرچند که مرگ اکبر نقطه اتصال بود برای پیوند دادن به کشت و کشتارهای سالهای 60 و بعد از اون و اون را به سال 2008-2009 رسوند که گلهایی چون سهراب عرابی، کیانوش، ترانه موسوی و خیلی از افرادی که من در پرزده این برنامه نیست که تک تک اونها اسم ببریم، بایستی از همه اونها قدردانی کرد و قدرت و قوت به خانواده آنها داد و به آنها گفت که شما تنها نیستید، ما همه همدرد و همسوی با شما هستیم. پس اگر صحبت از اکبر میشه در این برنامه، به خاطر اینکه این روز، این روزها روزهایی است که اکبر را در زندان‌های مخوف رژیم در اوین به طرز فجیع و وحشتناکی به قتل رساندن. در این برنامه سعی کردم که یکی از دوستان خود اکبر، البته برنامه یک ویدیو کلیپ یا داکیومنتری، یعنی یک تصویری هست حدود 20 دقیقه
که نشون میده به طور زمینی خیلی قطعه کوتاهی از زندگی از شکنجه هاشو که پخش خواهیم کرد. و با خود گفتم که چه کسی در اون برنامه نسرین محمدی، منوچهر محمدی صحبت میکنه خانوادشون در رابطه با اکبر، گفتم چه کسی بهتره که بیاد در این مورد مقداری توضیح بده. من از اتاق پرمان میخوام که اگه ممکنه سعی کنن مهمون ما رو بگیرن اگر صدای منو میشنون. فردی که در ایران مبارزه میکرد، زندان رفت و هم بندش بود، ایشون هم به روی خط خواهند اومد و توضیح خواهند داد. وقتی که در زمان جوانی و نوجوانی من به مسجد و خیلی از ما به مسجد و تکیه می رفتیم، همین آخوندها برای منبر می رفتن و موعظه می کردن و صحبت و تعریف می کردن. وقتی که درباره امام حسین صحبت می کردن می گفتن در صحرای کربلا نمی دونم 72 تن کشته شدن. می گفتن عسکری بود فرزند حسین که 6 ماه بود کشته شد. ولی وقتی از اونو میپرسیدی که چرا علی پسر حسین کشته نشد، میگفتن اون مریض بود، بر مریض جهاد لازم نیست. اوکی، بر علی جهاد لازم نبود که بره جهاد کنه، چجوری شد اونا اونو نکشتن؟ یعنی شمر و دار و دسته یزید اینو نکشتن؟ این که نمیاز بره جنگ، ولی اونا چجوری نکشتن؟ بعد میگفتن که این مریض بوده، چون مریض بوده باش کاری نداشته. بعد از اونم میگن که ایشون رو بردن در شام و در شام اونجا رو سخنرانی کرد و انا ابن فلان گفته. از اینجور که امروز من میفهمم، میبینم که یزید خیلی دموکرات تر از شماها بود، یعنی از جمهوری اسلامی بود. یزید آدم منطقی بود به نظر من، اونجوری که شما میگین. اونهایی که فکر میکنن مسلمون هستن و اینا مسلمون نیستن، چرا دارتون در نمیاد؟ چرا خفهون گرفتین؟ اگر امام حسین شما مثل اینا بود، پس یزید چه گناهی کرد؟ شما اکبر محمدی رو در زندان با وجود اینکه مریض بود و بیمار بود رحم بهش نکردید، اون رو به تخت میبندین، دهانش رو چسب میزنین، بدنش رو شلاق میزنین و پیکر تقریبا بیجانش رو میندازیم در زندان که چند لحظه بعد جان به جان، جان از این دنیا بده. گفتم که در رابطه با این مراسمی که در ایران بود، چه فردی بهتره که باش مصاحبه کرد، صحبت کرد؟ دیدم جوانی از ایران که در آن زمان در ایران بود و اتاق پرمان گرفتین، جوانی که در ایران بود و باش در تمام این مراسم شرکت داشت، وقتی دیروز باش تماس گرفتم گفتم که من سر کارم ولی چون مسئله اکبره حتما به عنوان
بریک یا استراحتی که میخوان وقت آزاد خواهم کرد و خواهم اومد و در این رابطه صحبت خواهم کرد. این رژیم نه به مریض، نه به بیمار، نه به زخمی، به هیچ احدی رحم نکرد تا به امروز. و چون همین الان دو تن از زندانیانی که در زندان هستند، خانم نرگس محمدی و آقای کبودمند، بیمارن، سردمداران رژیم یزید با بیمار کاری نداشت، اونطوری که شما یزید رو توصیف کردید. ببینید شما با بیمار در بند چی کار میکنید. هموطنان عزیز، نذارید این بیماران به سرنوشت اکبر محمدی دچار بشن. در دورانی که خودم، مادر من زنده بود، نصیحت میکرد پسر مبارزه نکن، نرو، نزن، این کار رو نکن، من میدیدم که این مسئله نه تنها در رابطه با من، بلکه در رابطه با بسیاری از جوانهایی که بر این ظلم و ستم نظام اعتراض داشتن و دست به اعتراض میزدن، خانواده سعی میکردن که اینا رو به خاطر حفاظت از اینا که از فرزند عزیزه، پدر و مادر نمیخواد از دست بده، نصیحتشون میکردن که نرید بیرون، نکنید این کار رو، نمیدونم خطر داره، فلان داره اینا. در رابطه با تمام این مسائلی که بود، شعری گفتم که این شعر به زبان محلی مازندرانیه، از اونجایی که اکبر از اون خطه بود و این شعر تقدیم به مادر اکبر، این شیرزن خطه شمال، به زبان محلی مازندرانی است. وقتی که خانم گلجهان اشرف‌پور، مادر زنده یاد اکبر، به فرزندش میگفت نرو، و یا مادران دیگه که میگن نرو، ببینید تو دل اونا چی هست. شعرش از به اسم جان مار جان ننا، یعنی مادر جان ننه جان، جان مار جان ننا برمه نکن نوسته تو، ونه فریاد بکشیم ظالم چش بپر خو، من شما جنگل بر ونوشه ها رکن نبو، برو تا تپنگ بریم ظالم تن بهیر تو، مرگنی جانمار بیرون نشو هنیش خنه، ظالم از دست خدا اسیر بونه خنه بنه، مره درس گوش نیشیدنی نا درس جهاد، ظالم با تپنگ شونه آزادی تش جاینه، مبرارون رو ببین زندون دل رنج خون، مبرارون رو ببین زندون دل رنج خون، زور شلاغ و گلیله بسط تنه بشون، جان مار جان مار ننگ مره گوش نشینی ها کنم، رزمه یا خوندمه ظالمه کم سرنگون، جان مار فصل زمستون دیگه مه دلخانیه، سردی و لیله که کیمه رهیمه دیوانیه، رنگ زرد بچه از بشنایی جا زردی جوار، برمکن ننونه به سیو دیدل پتکانیه، جانمار فصل زمستون دیگه مه دلخانیه، سردی و لیله که کیمه رهیمه دیوانیه، رنگ زرد بچه از بشنایی جا زردی جوار، برمکن ننونه به سیو دیدل پتکانیه، و نه همت ها کنیم با هم دیگه شو بره در، بهار از راه بلسه فصل اسارت بیه سر،
دیگه بس، دیگه بس جان ما ناله نکن. منشومه جان برارون پلی جنگل بر، اگه من بمردمه مبسه زاری نکنین، نبین تسلیمه بشون دشمن را یاری نکنین، مبرین دست به تفنگ و بکنین ریشه ظلم، با شرافت داوین ذلت خاری نکنین، اگه من بمردمه مبسه زاری نکنین، نبین تسلیمه بشون دشمن را یاری نکنین، مبرین دست به تفنگ و بزنین ریشه ظلم، با شرافت دهوین ذلت و خالی نکنین. این قطعه بود که تقدیم به مادر اکبر محمدی و تمامی مادرانی که فرزندانشون رو در این راه از دست دادن و یا حتی در ادامه مبارزه هستن. دوستی رو که ما امروز دعوت کردیم تا بیاد اینجا، یکی از رزمندگانی است که در ایران همپای اکبر بود، همبند اکبر بود و آنقدر صادقانه تلاش کرد در تمام مدت، چون من ایشون رو تا اندازه زیادی از وقتی در ایران بودن میشناختم دور و دور و الانم همینطور، در تمامی با اینکه در ایران نزدیک شدن به خانواده کسانی که زندانی هستن یا شهدا به قول معروف خودش خطر داره، ولی ایشون انقدر خطر به خود خرید از تهران توی فرودگاه توی شمال که واقعا وقتی اون وصفی که برام میکردن از ایران که ایشون یعنی کیانوش سنجری چه زحمتی کشیدن، به چه مرارتهایی کشیدن، به چه کارهایی رو که کردن، جز از روی عشق به میهن و عشق به همرزم چیز دیگه ای نبوده. ایشون لطف کرده وقتی من دیروز باشون تماس گرفتم، با اینکه سر کارن ولی لطف کردن که در وقتی رو آزاد کنن، هرچند کوتاه، حرفشون این بود وقتی مسئله اکبره نمیشه هیچی گفت، نمیشه کاری نکرد، نیومد. یعنی من درود میفرستم بر آقای کیانوش سنجری عزیز. آقای معلم سلام، خوب هستید؟ قربان شما. آقای کیانوش، من میدونم وقتتون خیلی زیر و خیلی خلاصه، میخواستم چه دو سه تا سوال از شما بکنم. اول اینکه اکبر کی بود؟ اکبر یک دانشجوی شریف، مبارز، صادق، بدون شیر پیله، آرمانخواه، عاشق وطن، آزادی خواه به تمام معنا. یعنی وقتی که از آزادی تو زندان با هم صحبت میکردیم، وقتی از عدالت حرف میزد، این چشماش خیس میشد. وقتی چشم آدم خیس بشه میتونی بفهمی که چقدر توی حرفایی که میزنه صادقه و چقدر اون حرفی که میزنه در عمق قلب و وجود و روح و روانش ریشه دوونده. اکبر معنوی نمونه یک دانشجوی شریف صادقی بود که قلبش برای وطنش میتپید، وطنش رو خیلی خیلی دوست داشت و به آزادی و عدالت به راستی باور داشت. بله، سپاسگزارم. وقتی که اکبر، من در ترکیه بودم، وقتی اکبر رو در زندان به اون صورت به قتل میرسونن که داستانش قبلا گفته شده زیاد، شما در تهران بودین و وقتی که از طریق رسانه خواسته شد که برن و پدر و مادر اکبر محمدی که در ترکیه بودن به ایران برمیگشتن و در اون روز خیلی از افراد اومده بودن جلو فرودگاه که ازشون استقبال کنه و مواظبشون باشن که مبادا بلای سرشون، در اون روز شما، من میدونم شما هم بودین، ممکن توضیح بدین چی گذشت؟ چرا رژیم نذاشت که اینا به طور عادی سوارشون برن به طرف شمال؟ بله، یه خود عقب‌تر بریم به این از این قضیه. خب من تو طول من یه مدت بود بیرون از زندان بودم، آزاد شده بودم. اکبر محمدی در زندان با بیماری ها دست و پنجه نرم میکرد، نامه نوشته بود که من باید مرخص بشم از زندان برای درمان دردهای خودم، ولی
خب بهش پاسخ نداده بودن و این دردها این این رنج‌ها باعث شده بود که تصمیم بگیره که اتصال غذا بکنه. خب در طول این روزهایی که اتصال غذا کرده بود قبل از این که حالش خیلی وخیم بشه ما تلفنی با هم صحبت میکردیم، به من تلفن زنگ میزد، من از خونه داشت صحبت میکردم تا اینکه چند روز آخر من دیگه تلفنی از زندان دریافت نکردم و یه روز صبح از خواب بیدار میشم با تلفن یکی از هم‌بندی های اکبر محمدی که میگه که شب قبل اکبر محمدی حالش بد میشه، میبرنش به بهداری، اونجا باهاش رفتار غیر انسانی صورت میگیره و بعد دیگه حرفای گنگی ما میشنویم که اکبر محمدی جان میبازه و ما میگیم جلوی در زندان اوین گریه کنان ناله کنان ولی خبری از مسئولی خبری از کسی نیست و برمیگردیم خونه تا اینکه متوجه میشیم که پدر مادرش از ترکیه قرار بیان به فرودگاه مهرآباد و چندین هزار نفر از فعالین حقوق بشر، از فعالین سیاسی، از آدمای اکبر محمدی میشناسن و میدونن که اکبر محمدی کی هستش و چه اتفاقی افتاده، جمع شدن جلوی فرودگاه مهرآباد. نیروهای امنیتی هم اونجا حضور دارن و تا اینکه شنیده میشه که گویا خانواده محمدی از یک در یک فرودگاه با یک جای دیگه‌ای منتقل کردن به جایی که ما بعدا فهمیدیم که گویا مستقیما یک راست بردنشون آمد. وقتی که بعد از اون که ایشونو به اونا بدن آمول، من میدونم در مراسم هاییم که بود اکثر اوقات اصلا در کل بعدی بچه از تهران تعداد زیادی با اتوبوس و مینیبوس یا بسیار لنگه دیگه میخواستن به شمال برن یا رژیم اجازه نمیداد، یه وقتی میومدن بله. ممکن در این رابط توضیح بدین اگر؟ متاسفانه از جسد اکبر محمدی، از پیکر اکبر محمدی هم و از تشییع جنازه برای اکبر محمدی هم حکومت خلاص داشت. ما یه 24 نفر از بچه‌های دانشجو بودیم که در تهران تصمیم گرفتیم با چند تا دستگاه اتوبوس خودمون رو برسونیم، مینیبوس خودمون رو برسونیم به آمول تا بتونیم شرکت بکنیم در مراسم خاک سپاری اکبر محمدی. چه میدان هفته تیر بودیم، خب اونجا نیروهای امنیتی حضور داشتن، دورا دور داشتن نگاه میکردن، ما بدون توجه به اونها سوار مینیبوس شدیم و مینیبوس حرکت کرد و در اواسط جاده تهران به آمول اگه اشتباه نکنم در جاده حرات دیدیم که وسط راه چون تغییر کرده بودن ما رو، ما فکر میکنم دو یا سه تا مینیبوس بودیم از فعالی دانشجوی و فعالی موقع بشر جلوی ما رو نگه داشتن و ما رو راهنمایی کردن به سمت ایستگاه پلیس و پیاده میکردن و چندین ساعت ما اونجا بازجویی شدیم و موبایلمون رو از ما گرفتن و پرسیدن که کجا دارید میرید، از میدونستن که داریم کجا میریم و نمیدونم انگیزه شما چیه و چه نسبتی داریم و این حرفا و در نهایت ما رو اجازه ندادن که برسیم خودمون رو برسونیم به آمول، ما رو برگردوندن با همون اتوبوسا مینیبوسا به طرف تهران. ولی خب روزهای بعدش من رفتم به صورت شخصی، دوستای دیگه هم به صورت شخصی رفتن در مراسم های دیگه ای که در آمول برگزار می شد و دیدیم خانواده داغدار و رنج دیده اکبر محمدی رو در این فکر میکنم روستای چنگمیان بود که اکبر محمدی رو دفن کرده بودن، فضای عجیب و غریبی بود، فضای مسحری بود و خب من همراستم اکبر محمدی رو از دست داده بودم، همزمان منوچهر محمدی تونسته بود گذاشته بودن که از زندان بیاد بیرون که در مراسم خاکسپاری اکبر محمدی برادر شرکت بکنه. خیلی بیقرار بود منوچهر، یادم یاد اون روزا بسیار بیقرار بود و بسیار گریه میکرد و هر جایی که میرفت یاد اکبر محمدی بود و یاد برادرش بود و خاره روز عجیبی بود. وقتی من الان دارم فکر میکنم و روزها رو هی داره اون صحنه های خاطرم میاد که
مراسم چقدر غمگین و چقدر افسرده و چقدر شکسته شد وقتی که اکبر محمدی که باهاش همدرد و همزندان بود، یعنی در طول ایامی که این دو بازداشت شدن تا اون روزای آخر کنار هم بودن، به غیر از اون ماهای قبل از این اتفاقی که برای اکبر محمدی افتاد، چون دیگه منوچهر رو برده بودن به یک بند دیگه و گویا فردای این حادثه بهش خبر میرسه که در یک بند دیگه بوده منوچهر محمدی، بهش خبر میرسه که برادرش یه همچین اتفاقی براش افتاده، دیگه اون بیقراری و بیتاریش باعث میشه که زمین و زمان رو بزنه تا بتونه بیاد توی اون بند یا بتونه آزاد بشه. خلاصه اون روزایی که در آمل بوده آزاد شده بود روزای خیلی خیلی سختی رو پشت سر گذاشت. من تا شاید روزای آخر مرتب میرفتم به این شهر رو باش صحبت میکردم، باش دردر میکردم، ولی دیگه نمیشد، دیگه نمیشد این پسر آروم کرد، چون دیگه هم برادرش رو دست داده بود، هم همراهش رو دست داده بود، هم بندش رو دست داده بود، هم اتاقش رو دست داده بود، کسی که در طول این سالهایی که باهاش هم زندان بوده شریک و یار و غمخوار خودش بود. بله من امروز ببخشید به ادامه دید یاد نداریم مادر گرامیش رو که عکسش رو شاید دیدی، عکسای اون مراسم رو پیرن قرمز پوشیده بود و البته بدون این که البته با وجود این که غم فرزند از دست داده شد میخورد، ولی محکم و استوار در برابر تهدیدهایی که ماموران حکومتی میکردن اونجا ایستاده بود و میگفتش که من این پسر رو تقدیم کردم به وطن خودم، تقدیم کردم به آزادی وطن خودم، و این گفته های مادر اکبر محمدی به واقع ستودنی است. من شنیدم این اواخر هم فشارهایی به روی این خانواده آورده شده، اجازه سفر بهشون نمیدن و باز هم باید به نظر من یاد اکبر محمدی گرامی و ستودنی است این مقاومت خانواده محمدی، این مقاومتی که مادر اکبر محمدی و پدر اکبر محمدی داره در برابر تهدیدهایی که تا الان ادامه داشته. بله الان هم ویزاشون در خطره، گرینکارشون در خطره و اجازه نمیدن بیرون. من نمیدونم وقتی ببینید نظامی که از دو فرد سال خورده اینقدر میترسه و بعد میاد از طرفی هی به اصطلاح غمه میکشه و میگه ما قدرتمندیم، حالا اینا ضعف و درماندگی و دریوزگی یک نظام از اینجاها خیلی قشنگ معلوم میشه که چگونه یک خانواده‌ای که پدر و مادری که برای دیدار بچه‌هاشون در خارج از کشور میخوان بیان، میگه آقا شما نمیتونید برید دیدار فرزندتون رو نمیتونید داشته باشید. من میدونم وقتتون خیلی زیر، هر وقت خودتون چیز کردین میتونین با ما خدافظی کنین، ولی من یه سوال اساسی دیگه دارم اگه ممکنه. اینو ببینید، اکبر محمدی وقتی که فشار تو زیر فشار شکنجه ها بود بهش ازش میخواستن که بر علیه مثلا نظام پادشاهی بعد بگه، نمیگفت، یا میگفتن درباره مجاهدین وقتی میگفتن منافقین، میگفت شما من اسمشون مجاهدینه من میگم مجاهدین، یا هر گروه دیگه جبهه ملی یا گروه های دیگه، یعنی احترام به تمامی عقاید و احترام به تمامی اندیشه ها میذاشت با اینکه خودش داره یه رأی مستقلی و اندیشه خاص خودش هم بود. شما فکر میکنید که برای بزرگ داشت یک انسان آیا نشستن و برنامه گذاشتن، یا اینکه عمل ما دونه دونه افراد و گروه ها و سازمان ها اگه بخوایم ارزشی بذاریم باید اون راه و اون اگه مسیر اگه درسته رو ادامه بدین، فکر میکنه اگه امروز اکبر زنده بود چه گلی از اپوزیسیون داشت یا چه انتظاری از اپوزیسیون داشت؟ من میدونم شما انسانی هستین بسیار نجیب که همه اصلا بسیار آدمی هستین که نمیان زیاد حرفایی بزنین که کسی آزرده بشه، ولی شما از دید اکبر فکر میکنه امروز زنده بود چی میخواست بشه؟ این اپوزیسیون کجا؟ آره ما توی زندان با هم رجوع اپوزیسیون صحبت میکردیم و جهانبینی اکبر محمدی اینطور که خاطرم هست جهانبینی وسیعی بود و چون خودش آدم مستقلی بود، نظر مستقلی داشت، واقعا آزادی خواه بود و اسیر گروه های سیاسی و عقاید سیاسی خاصی نبود. خب مثلا برخی ها بودن که تو زندان بودن، خب اسیر جریان سیاسی خاصی بودن و
و خب جانبداری میکردن در مباحثی که راجع به اپوزیسیون و یا مثلا اتحاد اپوزیسیون راجع به دموکراسی خواهی راجع به آزادی خواهی عدالت طلبی بود. ولی اکبر چون که این جهان بینیش گسترده بود اعتقاد داشت به یک همگرایی نیروهای مختلف اپوزیسیون، دستبندی هم نمی کرد. خاطرم هست نیرو همه باید با هم باشن تا این نظام تغییر بکنه تا ما به آزادی برسیم. این چیزی که من خاطرم هست از مباحثی که با هم مطرح میکردیم. دل در گره این داشتش که همه با هم با هر نگرشی با هر طرز تفکری باید یه روزی باید با هم کار بکنن، باید یه روزی با هم متحد بشن، چون ما یه دشمن اصلی داریم به نام حکومت جمهوری اسلامی. و که بله این چیزی که من خاطرم هستش از مباحثی که مطرح میکرد. ولی حالا به اپوزیسیون کاری نداریم، ولی در داخل ایران درسته که اکبر محمدی رو کشتن، لجکشش کردن با این همه شکنجه، با این همه آزار، و آخر سرم مجبورش کردن که اعتصاب غذا بکنه و جان به بازه. ولی دانشجوی دیگهی مبارزین دیگهی رو پرورش داد. این تلاش اکبر محمدی، این راهی که اکبر محمدی رفته، الان مجلس تبکلی ها، الان زیان نبوی ها نمونه های بارزی هستن از کسانی که راه اکبر محمدی و کسانی که در این راه کشته شدن، شکنجه شدن، زندانی شدن رو دارن ادامه میدن. الان اگر اکبر محمدی نیست میتونیم بگیم مجلس تبکلی هست، اگر اکبر محمدی نیست میتونیم بگیم زیان نبوی هست. تا پیش از این عاطفه نبوی در زندان بود که اخیراً آزاد شد. اینها با شجاعت خودشون، با سماجت خودشون در زندان، با وجود شکنجه‌ای که شدن، ولی این راه رو و این آرمان رو زنده نگه داشتن. حالا اپوزیسیون ایران کی از خواب خرگوشی بخواد بیدار بشه و به این بصیرت بیفته که الان شرایط دستش که نیاز هست به عزم و اراده اونها و اتحاد اونها و کمک اونها به مبارزات داخل ایران دیگه معلوم نیستش. ولی به هر حال یاد همه شهدا گرامی، یاد همه دانشجویان زندانی گرامی، یاد اکبر محمدی عزیز، هموند ما، دوست ما، هم اتاقی من که با هم خیلی خاطر داشتیم، واقعا گرامی داشت، خیلی خالیه. ما بچه هایی که با هم بحث میکنیم، از اون دوران صحبت میکنیم، همیشه یکی از نقل محافلمون، یکی از حرفایی که میزنیم و خاطراتی که تعریف میکنیم، خاطرات با اکبر محمدی بودن و هم اتاقی با اون، و چقدر پسر صادق و پاک و شریف و دوست داشتنی و عاشقی بود این اکبر محمدی. حیف واقعا. من یه حرف آخری که بذارم خدافظی بکنم اینه که من بعضی رو میبینم اینجا به عنوان خودشون به عنوان فعال دانشجویی جا زدن، اینا رو برمیرن دکون باز کردن و یه اکبر محمدی میفتن، میگم کاش از جای بعضی میتونه خبر بشه و بعضی ها میتونستن دنیای دیگه رو ببینن و آرزوهای خودشون رو یک روزی محقق شده ببینن. و بعض وقتا افسوس میخورم. ولی خب یاد همه گرامی بازد، همه شهدا، من خیلی ممنونم این فرصت برای من بود که از اکبر محمدی بگم. برای تو آرزو موفقیت. قربان شما. خیلی ممنون آقای سنجری عزیز. وقتی تا زمانی که شما و بهروز جابه تهرانی و بقیه دوستان هستن و همچنین کامونتو که خودتون گفتی آقای تبکلی و نبوی ها هستن، ما مطمئن هستیم که راه اکبر به اکبرها ادامه دارد. من از شما سپاسگزارم و به شما بدرود میگم. امیدوارم که روز و روزگار با شما خوش باشه. قربان شما. بله، کیانوش سنجری با وجود این که سر کار بودن و وقت تنگی هم داشتن، وقتی که گفتم که در ارتباط با اکبره، گفت که نمیشه نیومد، بایستی اومد و گفت. من ازشون سپاسگزارم. و امروز من میخوام چند تا ویدیو از اکبر پخش کنم، ولی نمیدونم که بتونم وقت داشته باشم یا نه. به هر حال حداقل یکی دو سه تاشو پخش میکنیم.
یکی از هموطنان ما بعد از مرگ اکبر اومد ویدیوی در حدود 20 دقیقه درست کرده و این ویدیو تقریبا نشون میده که یک مقدار یک بخشی از حرکات نظام در درون زندان با بچه‌ها و چگونه برخورد میکنن. من با اینکه امکانات کمی داشتن و تونستن کلیپی به این قشنگی درست کنن ازشون سپاسگزارم. وقتی که چند مدت پیش دو سال پیش به یکی از دوستانمون در یکی از تلویزیون گفتیم که کلیپی هست بخوام پخش کنیم، اگه ممکنه شما پخش کنید برنامه‌تون، این دوستمون از بچه‌های چپ بودن، وقتی که نگاه کردن گفتن که این کلیپی که صد انقلابه درست کردن. گفتم ببینم از واقعیت امر دارن میگن یا اینکه اومدن از آقای رضا پهلوی دارن تعریف میکنن. کلیپ در رابطه با اکبر، در رابطه شهادتش، شکنجهش، نمیدونم اینا چه ربطه، چرا شما خودتون درست نکردین؟ اگه اونا درست کنن بده، شما ها کجا بودین؟ چرا درست نداره تو اکبر، در بعد افراد دیگه، کسان دیگه، همه بیان درست کنن، بذارید این رزمندگان راه آزادی نقطه وصل همه ما بشه. فردی میاد زحمت میکشن، افرادی میان زحمت میکشن و کاری میکنن به خاطر عقیده شون. ما بگیم نه شما نمیتونید. این نوع برخورد دوستان اصلا درست نیست. من بازم از آقای قهرمانی تشکر میکنم که این کلیپ درست کردن و این کلیپ در رابطه با مراسمی که اکبر در رابطه اکبر بود و زندانی که رفته بود، شکنجه که شده بود، با هم دیگه میبینیم به اسم صخره‌های پایدار. با هم دیگه این کلیپ میبینیم، دوباره برمیگیم در خدمت شما خواهم بود.
یکی دیگه به نام عشق به خاک نشست، کبوتری هم رنگی یاس بال و پرش سوخت و شکست، دوباره باز یکی دیگه اش گفته پر میزنه، خون رگ یه قهرمان جوهر این ترانمه، تقلد 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 دوبارت مبارک مبارک، تقلدت مبارک، تقلد 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 دوبارت مبارک مبارک، تولدت اکبر پیام‌آور انسانیت بود، پیام‌آور دوستی و محبت بود، پیام‌آور شجاعت بود، پیام‌آور مقاومت، پیام‌آور عدالت بود، عدالت خواهی. اکبر وقتی که شکنجه میشد آهناله نمی کرد، اما زمانی که من شکنجه جسمی میشدم برای من آهناله میکرد.
یعنی از خودگذشتگی ایشون خیلی زیاد، ایشون از خودشون گذشتن و از شکنجه های خودشون بیم و هراس نداشتن و اگر ناله هایی که اون درد هایی که از طریق این شکنجه ها برش وارد می شود این ناله ها رو در سینه های خودشون حبس می کردن که تا صدای ناله ایشون رو این شکنجهگران نشنون و خوشحال نشن. اما زمانی که منو شکنجه می کردن دیگه نمی تونست اون ناله هایشو در سینه ها حبس کنه و فریاد آهو نالش در اونجا به گوش من میرسید و من اونجا میفهمیدم و چقدر از خود گذشتگی داره و حکومتم فهمیده بود که با شکنجه های جسمی نمیشه این رو شکست، فقط با شکنجه های جسمی نسبت به من میشه شکنجه های روحی در ایشون رو تقویت کرد. ناسزا میگی؟ چرا؟ دوباره بهش ناسزا و فوشای رکیک دادن و از اونجا خولش دادن، از طبقه پله سمون طبقه سه تا طبقه پله بود اینا پرتش میکنن. اکبر گفت اینقدر قرد خوردم که لگن پام درد شد، فقط دستم رو گذاشتم وقتی که بسکه بود همینجوری گذاشتم تو بسترم و نمیتونم چی جوری شد، چه حوادثی بود و فهمیدم لگن پام درد شدید دارم. بیره ما 400 ضربه شوخش بله شالله من کف پا اکبر زدم. اکبر دیزی شکنجه میگفت فرمون باید چطور جواب آزاده خانه بدیم؟ فکر میکنید تا کی شما بر سر قدرت میمونید؟ شما منو شکنجه میکنید، فرمون باید در دادگاه علنی جواب گوی مردم باشید. اونا شکنجهش میکردن. کردی خوشت اومد، من که عرق کردم باید لذت بود. چی فکر کردی؟ یک کردی من باز بسرم حالا میام به این کمرم حالا چون کمرم چرف کنم Thank you.
خانم هستش و این داخل داخل کپسول بوده سه دونه این کپسول رو به من دادن که قبل از اینکه عکس ساده شکم بگیرن به داخل زندان بخورم و من بچه شون بودم از این کپسول ها و ساده خوندم بودا و خودم به یک یوم نگه داشتم دارم و آقا بیرون زندان و دکتر متخصص رادیولوژی شد و دفعه تکنم به مقاجه شکن آبادی زینا و این روکش سیمبر هستش این داخل اصلا چیدی تمام کپسول های داخلش رو پرود رو بده این داخل کپسول بده روکش و دکتر دارساز رو نشون دادن این کپسول رو گفت اعتماد این که سرطان‌زا باشن این دارین که سکته مثلا بعد چند ماه سکته پیش بودن باز امروز یه دکتر رادیولوژی نشون دادن و ایشون گفتن اعتماد این که مواد رادیواکتیو پاشه در خیلی خطرناکه و اگر من به هموطنان عزیزم اگر اتفاقی برای من بیفته مقصر حکومت و اینکه اینا از وضع موازاتی که من در داخل زندان هم که بیرون زندان باشم اینا نتونستم کار با من انجام بدم و از این طریق منو سرنیز کنم. نام خانوم بگی محمدی متولده مازندران شهر آمل شد دانشجوی رشته مددکاری اجتماعی شد مهر به ایران و ایرانی اکبر دلیل خوشش شده اون خودت را بگو من رو جمهوری ان ایران اسلامی پس از دادن شکنجه های بسیاری در روش قرون وسطایی با داروهای سمی به قرض رساند و این گونه وانمود کرد که من در اثر سکته جان خود را از دست دادم. همیهن مزد من افتخار توست و امیدوار بودم تا توی ایرانی بتوانی در آسایش و آزادی زندگی بکنی و تا خواهر ایرانی من دیگر نیازی به تن فروشی برای گذراندن مخارج خانوادت نداشته باشی. من در سناریوی مرگ نوشته جمهوری اسلامی بازی کردم تا تو برادر ایرانی هم دیگر نیازی به فروختن کلیه خود برای تامین اجاره خانه نداشته باشی. من جانم را برای سربلندی ایران دادم. به پاخیست همیهن به پاخیست. کوه بلند آسمان گرد ای پیکر پاک پای در بند ای صخره پایدار هستی آشفته ز مکر و حسرت و درد ای کوه بزرگ عشق بر پشت آتش کده سطور که زرتشت در چشم تو عشق و مهر میهن چون آیتی از خدا نشسته است با خشم و خروش آتشینت اهریمن بی خدا شکسته است ضحاک وجود اهریمن ها بند از پی بندشان گسسته است بر پای شدی تو چون سپیدار قامت به ستارگان کشیدی همواره ز عمامه به سرها کس زیر و دروغ بس شنیدی برخیز تو ای سهند و البرز برخیز که اهرمن بکوبیم با چوب سپید اهرمن کوب دیو سیاه از وطن بروبیم.
جان بدنم در خون شد. بله برخیز، پیام تمام جانباختگان در راه آزادیه که از ما سوال میکنم برخیزید، برخیزید تا بساط جور و ستم رو از بیخ و بن و ریشه برکنید. اکبر وقتی که بازداشت شد از روز اول زیر شکنجه بسیار بسیار سنگینی قرار گرفت، مدت های مدیدی در زیر شکنجه بود، ماها به طور مداوم، حتی یک بار که از قسمت بالای پله‌ای نمیندازن پایین، لگنش مثل این که میشکنه و نبی بیمارستانی برن نه جایی، و اون میگن که خود به خود جوش گرفته، جوش خورده بود بدنش و یه پاش میلنگی یا میشلی ذره به خاطر جوش گرفتن ناقص استخون ها. تا اینکه بعد از چند سال کار به جایی رسید که اکبر در درون زندان نمیتونست قدم بزنه، نمیتونست راه بره، بسیار بسیار بیمار بود. کار به جایی رسید که حتی رژیم از خانوادهش خواست که اینو ببرن بیرون مداوا کنن. اکبر به بیمارستان کسرا میره و سه عمل جراحی رو بدنش انجام میشه، سه عمل دیگه باقی مونده بود که باش انجام میشد، ولی دکترها گفتن که این بایستی چند ماهی دوران نقاهت رو بگذارن تا بدن دوباره قوی شه، دوباره برگرده برای اون سه عمل دیگه، که یکی از عملام دیسک یا نخوا چیز پشت بود که گفتن 70% احتمال فلج شدن یا از دست رفتن هستش. بر روی به خاطر مراجعت زیاد مردم به داخل اون بیمارستان در دوران نقاهت، رژیم به بیمارستان دستور میده که این بیمارستان باید بیرون بره. اکبر رو به شمال میبرن، به زادگاه خودش میبرن در خانه تا دوران نقاهت رو بگذرونه. برای کسب دارو و دیدن بعضی از امراض به بیمارستان بابل میرفت که رژیم سعی کرد پس از انتشار کتابش، کتاب اندیشه و تازیانه که به فارسی چاپ شده، چندین بار سعی کرد در بیرون اونو ترور کنه و مسئله رو تصادفی قرار بده، بگه که اکبر در بیرون توسط یک تصادف کشته شد. یک بار در جاده بین آمل و بابل به ماشینش حمله میشه که خوشبختانه در اونجا جان سالم داری بره، با خسارتی که به ماشینش وارد میشه و با کمک مردم. بار دیگه در درون خونهشون، در طبقه دوم خونهشون که محل خواب یا استراحت خود اکبر بود، بمب دستساز میندازن توی خونه. خوشبختانه باز در این موقع اکبر در پایین قسمت طبقه پایین بوده که بهش اصابت نمیکنه، ولی خونه قصارت زیادی به خودش میگیره که خانواده محمدی متحمل بشن اونو درست کنن. از این سه بار دست به چنین کاری زد رژیم در خارج از زندان، دید که نمیتونه، نشد.
تا اینکه تصمیم میگیره این هنوزم مریضیش تموم نشده، سه دمر دیگه داره، میبرش تو زندان. روزی بین 20 تا 25 قرص بر سکبر میخورد به خاطر مسائلی که بیماری هایی که داشت و عمل هایی که شد. وقتی رفت بیمارستان اینو بردنش بیمارستان، در جایی که از نظر پزشکی و بهداشتی باید این دوره نوعات میگذارم که برمیگشت و سه عمل دیگه انجام میداد، در درون زندان از دادن قرص برای تسکین دردها خودداری میکنن و اکبر میگه که خب پدر و مادر قرصه خود منو بیارن، چرا شما لازم نیست من قرص بدین، خانواده من میارن قرص منو تحویل من بدین. بازم امتنا میکردن، بهش قرص نمیدادن. حتی که من با آقای بهرامیان وکیل ایشون که انسان با شرف و بسیار بسیار زحمت در این را کشیدن، هم برای اکبر هم برای منوچهر، با اون صحبت میکردم، گفت در آخرین جلسه که من اکبر رو دیدم، اکبر حالت تشنج داشت و به من گفت که اینا میخوان منو با زجر و بدبختی و گرفتاری اینجا بکشن، یعنی میخوان من با حالت اعتیاد یا حالت به اصطلاح سر شکستگی بمیرم، ولی من این آرزو رو تو دل رژیم میذارم، این اگه میخوان به این صورت منو بکشن من نمیذارم انتخاب دست اینا باشه، من مرگ با شرافت رو خیلی ترجیح میدم بر مرگ با ذلت یا زندگی با ذلت. تصمیم میگیره اعتصاب قضا کنه تا از دولت بخواد که یا قرص بهش بدن یا قرص اجازه بدن قرص پدر مادرش رو بیارن، و این کارو دولت قبول نکرد، با اینکه آقای بهرامیان بسیار اصرار کرد، زحمت کشید که این کار انجام بشه، خانواده‌شون هم بسیار تلاش کردن از طریق مختلف که این کار انجام بشه، نذاشتن، رژیم اجازه نداد. اکبر میره به حساب قضا. روز دوم بود که من باش صحبت کردم، من در ترکیه بودم موقعی، ایشون زنگ میزد به تلفن دستی پدرشون. تلفن دستی پدرش در ترکیه کار میکرد، پدرشون در ترکیه بودن، برای دیدن رضا و سیمین و برای بچهش اومده بودن اونجا. و وقتی باش صحبت میکرد گوشی من برداشتم، چون از زندان میتونم به بیرون زنگ بزنن، گوشی برداشتم، بودن اکبر جان دست از اتصال قضا بکش، ما در ترکیه هستیم، اینجا امکانات نیست و بایستی ما برگردیم و وقتی برگشتیم میتونیم به مجامع بین‌المللی جای دیگه شکایت کنیم و یک از نیروهای مختلف از گروه های مختلف بخوام که فشار بیارن به رژیم، به سازمان های حقوق بشری که اونم فشار بیارن به رژیم تا این مسئله که تو داری حل بشه. در ترکیه ما همچین امکاناتی نداریم. گفتم شما کی برمیگردیم؟ گفتم دو هفته دیگه من اینجا هستیم. گفت من تا 27 روز 25 روز تا 30 روز اعتصابم چیزی نمیشه، خاطرتون جمع باشه، چون اعتصاب خوش نکردم، اعتصاب تر داره، من چای یا قند اینا میخورم ولی اعتصاب خشک نیست، من نمیدونم اعتصاب تر در درون زندان به چیزی، و فکر کنم که چای و قند این چیزا رو استفاده میکنم. روز پنجم دوباره زنگ زد به پدرش، گوشی پدرش، که این دفعه من نگفتم میخوام باهاش صحبت کنم، خودش گفت من میخوام با آقای معلم صحبت کنم. من این حرف رو تا به امروز نه به پدرش گفتم نه به مادرش نه به بستگانش. گفت آقای معلم مواظب پدر و مادرم باش. گفتم منظورتون چیه مواظب پدر و مادرم باش؟ گفتم دست از این حساب بردار. گفت که نه شما برین، وقتی رفتین چیز من فعلا مسئله ندارم، هستم، من قبلا حساب وضع کردم 25 روز 27 روز 30 روز چیز مهمی نیست، شما که یه هفته دیگه میرین، الان یکی دو هفته دیگه تا موقع مثلا میشه 15 روز و 18 روز، بیشتر از این نمیشه که. این حرفش که پدر موازه پدر مادرم باش، من یک ذره رفتم تو فکر. بعد از چند لحظه صحبت کردن خدافزی کردیم و از درون زندان اون روز اون شب روز پنجم حال اکبر یه ذره بد میشه.
و بعد جای زندان میرن از دو از عوامل زندان یا رؤسای زندان میخوان که حال اکبر بعد این انتقال بدیم به بهداری. اونا امتحان میکنن میگه ما هیچ وقت اینو به بهداری نمیبریم، بذار همونجا باشه، هر فلانی میکنه بکنه. نبردنش با این بچه ها اصرار کردن اجازه نهدن. ولی روز بعد یعنی روز ششم خود بهداری داوطلبانه یعنی حراست اینا میان داوطلب میگه ما اینو میخوام بریم درون بهداری. بچه ها تعجب کردن گفتن چیه؟ دیروز ما خواستیم ادراز کردیم چیکار کردن؟ امروز خودشون اومدن. یعنی واقعا دزد عابد شده. اکبر خیلی باهوش بود، فهمیدن که مسئله ای هست و سربازان و افراد جزء درون زندان یا کارمندان جزء درون زندان با ملتن تمام اطلاعات رو یعنی صحبت ها رو به بچه ها میرسونن. اینا فهمیدن، اکبر و بچه ها فهمیدن که قراره که بعد قراره که اقلیت های مذهبی درون مجلس جمهوری اسلامی یعنی زرتشتی و کلیمی و مسیحی بیان در زندان برای بازدید. و چون اینا دارن میان بازدید و اکبر هم اعتصاب غذاست، نمیخواستن اونا اینا ببینن. اکبر میبرن به بهداری که اینجا فضا صاف باشه، فضا به اصطلاح سالم، سالم که نه، فضا بدون مریض و بدون دغدغه باشه براشون. اکبر که اینی میفهمه در حتی بهداری به زور بردنش اونجا شعار میده، شون میکنم شعار دادن که اینا افراد که میان بشنون که بابا این زندان هر گوشه کنارش این جنایته، بازدید کردن نداره، مشخصه. اینا دستای اکبر رو دو دستش رو به تخت میبندن و لب کسی که در اعتصاب غذاست این لبش رو با چسب میبندن. اعتصاب غذای با زدن و ضرب و شتم میکنن. کسی که در اعتصاب غذای تر بود اینو تبدیل به اعتصاب غذای خشک میکنن. دو روز بعد یعنی روز هشتم تلفنی داشتیم از ایران که کاری بکنید، وضع اکبر خیلی خرابه، برادرش، خواهرش با بقیه دوستان این اینترنت اون اینترنت به این سازمان به این اف بین ملل به اون فلان به اون جریان داشتیم تا ساعت 12 شب 12:30 داشتیم ایمیل میزدیم و درخواست میکردیم که برای نجات اکبر کوشا باشن، جان اکبر در خطره و این مجامع بین المللی حقوق بشری همشون در خواب بودن. ما ساعت 12:30 تا 12:30 شب داشتیم کار میکردیم قابل از اینکه ساعت 8:25 روز هشتم مرداد یعنی 30 جولای 2006 اکبر رو 20 دقیقه قبل میرن در درون زندان پرت میکنن و میگن همینجا باش تا سقط شی و 20 دقیقه بعد اکبر از این دنیا میره و وظیفه ای رو که بر دوش داشت به نحو احسن به 100% انجام داد و جزئی بخشی از تاریخ شد. در اون زمان چون وقت خیلی زیغه من مجبورم خلاصه بگم، ما در ترکیه در یک آپارتمان 3 خوابه 16-17 نفر آدم بودیم، از جمله پدر و مادر اکبر و منوچهر محمدی، برادر خانم همسر برادر بزرگ اکبر و دوتا بچه هاش نسرین، سیمین، رضا، همسر رضا بچهش، خواهر من، دوتا برادرزاده من و
مادرشون یعنی همسر برادر من و چند نفر دیگه اونجا بودیم. صبح ساعت 8 روز 9 مرداد تلفن آقای محمدی دوباره به صدا در میاد و پشت تلفن آقای بهنام بهبازرشت، یکی از مبارزین در ایران بود، زنگ میزنه میگه آقای معلم، بخواستم با آقای معلم صحبت کنم. و در اون روز در اون ساعت وقتی که گوشی رو من برداشتم از من پرسید که شما در اتاق جمع هستین یا اینکه میتونین برین اتاق خلوت که من با تون کار دارم. من فکر کردم حال اکبر خراب شده، میخواد گزارش بده. بعد به اتاق دیگه رفتم، وقتی که شروع کرد به حرف زدن گفت که اکبر رو کشتن. اکبر دیشب ساعت 8:25 دقیقه 8:20 دقیقه از این دنیا رفت. وقتی که همجید داشت به من صحبت میکرد، خانم نسرین محمدی فهمید یه خبره این شاید باشه، من رو تعقیب میکنه، چون چه دید که من تلفنی گرفتم به اتاق دیگه داری میرم. بعد هنگام صحبت کردن چهرم رو دید که زد دگرگون شد، گوشی به میگیره و بهنام هم که از ایران صحبت میکرد معلوم نبود که کی گوشی دستشه، نمیدونست بگه به دست منه، ادامه میده. در اونجا نسرین وقتی میبینه که برادرش کشته شد جیغ میکشه. مادرش میفهمه، میگه چیه؟ اولین حرفی که میزنه میگه چیه؟ اکبر منو کشته؟ چرا گریه میکنی؟ چرا ناله میکنی؟ مگه رای اکبر ادامهش انتهاش غیر از این بود؟ اکبر میدونست به کجا داره میره و چیکار داره میکنه. اکبر پیرهن رنگ قرمز خیلی دوست داشت. به وقتی که خواهرش از اینجا داشت میره به ترکیه به دیدار پدر مادرش، یه پیرهن سبز برای منوچهر میخره که رنگ سبز دوست داشت، یه پیرهن قرمز برای اکبر میخره به عنوان کادو. و اینا در چمدانی بود که قبلا به مادرش تحویل داده بود که به ایران میره برگردونه براشون. ولی وقتی که مادر اولین حرفی که شنید که چیه، و حرفی که گفت چیه، اکبر کشتن، به بچه‌اش گفت که گریه نکنید. و دیدم برگشت و به سمت اتاق دیگه رفت که چمدونش بود، چمدون باز میکنه، اون پیرهن قرمزش رو در میاره، میپوشه، میگه رژیم فکر میکنه که اکبر کشت، از امروز بعد من اکبرم. واقعا که اون صحنه هایی که بود، چون وقت متاسفانه نیست، صحنه دلخراش تصور کنید که در یک اتاق، یک آپارتمانی که 16 17 نفر توش هستن و اکثرشون هم بستگان درجه یک این فرد یعنی اکبر محمدی هستن، دیگه در اون خونه چی میگذره؟ در اون فضا چی میگذره؟ به اون پدر و مادر چی میگذره؟ آخه اکبر که جنگ مسلحانه ای رو اعتقاد نداشت، شروع نکرده بود که فرض کنید که رژیم بخواد با جنگ مسلحانه اکبر سرنگون بشه و اینو بگیره اعدام کنه یا بکنه، اصلا همچین انتظاری نمیرفت که یک جوانی که مبارزه مسلحانه آمیز و بدور از خشونت رو ترویج میکنه، جوانی که در رابطه با حقوق بشر و آزادی بیان صحبت میکنه، رژیم بیاد این رو، این مصیبت و این بلا رو سرش بیاره. و در اون روز تصمیم گرفتیم که بلیت برای خانواده گرفته بشه که برگرده ایران، که رفتن به ایران، چه بلایان در اونجا سرشون اومد و چه مصیبتی که این پدر و مادر در بین را کشیدن تا رسیدن به خونه. وقتی که رسیدن به خونه اجازه ندادن بچه‌هاشو ببینن، فقط گفتن چند لحظه میتونید جنازه رو نگاه کنید روز بعد و برید، سر صدا بکنید، کوچکترین حرفی بزنید، کوچکترین فریادی بزنید، کوچکترین فلان کاری بکنید، ما این جنازه رو میبریم جایی که شما ندونید کجا دفنه. و این جانیان این کار رو کردن در سال 60 در خاوران و جاهای دیگه.
وقتی که اینا میخواستن محل دفن اکبر رو تعیین کنن، گفتن که نه، این فقط باید در روستای چنگمیان، یه روستای دور افتاده، در اونجا دفن بشه، چون میترسیدن از ملت، از هجوم ملت. پدر مادرشون وقتی به چنگمیان میبینن که خود نظام قبر رو کنده، آماده کردیش، از قبر همه چی آماده بود، فرماندار و رئیس سپاه همون که باستدن که یعنی هیچ حرف نزنید، حرف اگه بزنید یا جنازه اکبر محمدی و محمدی ها اینا وحشت داشتن و دارن. مطمئن باشید خون اکبر ها، سهراب ها، کیانوش ها، ترانه ها و کلیه شهدا و جان باختگان سالهای 60-67 تا به امروز درخت آزادی این مملکت را، ریشه های درخت را تنومند کرده و به زودی این درخت آزادی در ایران به بار خواهد نشست و بیخ و بنیان استبداد و استبداد قرون وسطایی این نظام جمهوری اسلامی رو خواهد کند، به امید روزی که تمامی ملت ایران به پاسخواهی از خون این دلاوران به خاک خفته ایران برپا خیزند و خواهند این کار را خواهند کرد و بنیان این نظام جور و ستم و شقاوت و دزدی و کینه از بیخ و بن کنده خواهد شد. من همگی شما را به خداوند بزرگ ایران می‌سپارم. روز و روزگار بر همگی شما خوش باد.